بله، منتظر هستیم تا تماس برقرار شه با جناب کاکاند عزیز، وکیل پایک دادگستری در ایران. بله، بسیار عالی، درود بر شما مجددا. خواهش میکنم. الان بله، الان صدا بسیار صاف و خوب شد. بله بفرمایید، خواهش میکنم. من موبایلم هم حتی از حالت وای فای در آوردم که استفاده از اینترنت دفتر نشه. بسیار سپاس. دیگه... خواهش میکنم. ان شاء الله صدا صاف بشه دیگه. خب برای بار سوم میرم روی قضیه اجراییه. همونطور که توضیحاتی رو دادم، اجراییه یا تعریف بشه که چه قدرت لازمه‌ای داره، چه ورقه‌ای هست و چی کار میشه باهاش کرد. در مورد اسنادی که پیار مطرح میکنه، گاهی از مباحث اسناد الو بله نه یه ذره قطع شد ولی صدا هست، بفهمید. بر اسناد گاهی از مواقع به شکل رسمی هستند که اصطلاحا بهش میگن سند رسمی، گاهی از مواقع اسناد به شکل اسناد عادی هستش که سند عادی اصطلاحا میگن. منتها سند رسمی سندیه که سه تا ویژگی داره. اولین ویژگیش اینه که در نزد یکی از مأمورین رسمی دولت تنظیم شده باشه. ویژگی دومش اینه که در حدود شرح وظایفش اون کارمند دولت اینو تنظیم کرده باشه. و سومیش اینه که در حین انجام وظیفه باشه. مثلا ساعت 12 شب یه فرض کن شخصی که کارمنده، فرض کن اصلا دادگستری هست، دیگه یک شخص عادی محسوب میشه اون لحظه، ولی زمانی که تو دادگستریه کارمند دولته. این سه ویژگی وقتی جمع میشه سند رو تبدیل به سند رسمی میکنه. و امتیازاتی که سند رسمی داره اینه که بدون اینکه توی دادگاه بخوایم حقانیت رو اثبات بکنیم، میتونیم اجراییه صادر بکنیم. چون همونطور که میدونیم اجراییه مستلزم اینه که ابتدا یه حقی توی دادگاه به اثبات برسه، رسیدگی قضایی بشه. هر زمان دادگاه تشخیص داد حق با شماست، رأی صادر میکنه روی مدارک شما. بعدش رأی که صادر شد و قطعیم شد، اون موقع شما میتونید تقاضای صدور اجراییه بکنید که یه پروسه طولانی حداقل 1 سال رو تو پرونده ها مطرح میشه. ولی وقتی سند رسمی باشه دیگه نیازی به این نیستش که از طریق دادگاه حقانیت اثبات بشه، مستقیم میتونیم به اداره ثبت مراجعه بکنیم و از همون اول قسمت آخر رو تقاضا بکنیم، اجراییه صادر بکنیم. چرا اسناد بانک رسمی هست؟ چون قانون صراحتاً یه قانونی داریم تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، میگه قراردادهایی که بانک ها با مشتریان خود تنظیم میکنن رسمی است و از اعتبارات اسناد رسمی برخورداره. بنابراین با توجه به این شرایط بانک ها زمانی که وامی معوق میمونه و اقساطی پرداخت نمیشه دیگه نیاز به این ندارن برن دادگاه اثبات بکنن که از یه شخصی طلبکار هستن، حالا در حال حاضر طلب رو نمیده و ما تقاضای اسمداد و کمک کردن از دادگاه داریم. مستقیم میتونه به اداره ثبت مراجعه بکنه و اجراییه رو صادر بکنه. این در مورد توضیح و اهمیت خود ورقه اجرایی هستش. ولی اجرایی از چند جهت اهمیت داره که شناختش برای همه اشخاصی که به نوعی با بانک یا مقامات رسمی قراردادی رو تنظیم کردن و تعهداتشون معوق شده، تعهداتشون دیرکرد داره، عقب افتاده، لازمه که این نکات رو بدونن. در وهله اول اجرایی زمانی تنظیم میشه که روی یک سند رسمی تعهدی شما کرده باشی به نفع دیگری. معمولا بانک ها سند رهنی تنظیم میکنن و ملک رو در گرو نگه میدارن که گروبندی اصطلاحش میشه همون سند رهنی.
این سند رهنی چون تو دفترخونه تنظیم میشه یک سند رسمی هستش. در اون سند رسمی یکی از نکاتی که اهمیت داره مشخصات و آدرس شماست. وقتی آدرس رو عوض میکنین مکلف هستین به دفترخونه اطلاع بدین که بگین روزی که من سند رو تنظیم کردم آدرسم این بود، در حال حاضر تغییر کرده، مثلا گیشا بود قبلا، الان اصلا اومدم کرج دارم زندگی میکنم. این از چه جهت اهمیت داره؟ زمانی که خدای نکرده اگر تعهداتتون عقب افتاد و نتونستید یک کاری رو انجام بدین، حداقل اجرائیه بیاد به آدرستون ابلاغ بشه، به دستتون برسه. این میمونه که نامه رو نامه رسون یا پستچی میخواد بیاره دم در خونتون، ولی همسایه ها میگن آقا مدتی از اینجا رفته، دیگه پستچی وظیفه نداره کل ایران رو بگرده ببینه شما کجا رفتی، نامه رو بر میگردونه. اما توی اداره ثبت همون به منزله ابلاغ محسوب میشه، چون وظیفه شماست که تغییر آدرس رو اعلام بکنی. وقتی نکردی اون آدرسی که تو سند رهنی بوده همون ملاک عمل قرار میگیره و اجرائیه و تمامی مکاتبات به همون آدرس ابلاغ میشه. وقتی شما با خبر میشی که کار از کار گذشته، ملکی که مثلا فرض کن شما به نظر خودتون میگید آقا واحد آپارتمان من فرض کن 800 میلیون میارزیده، همین الان مثلا مشتری پاش خوابیده، ولی بانک اینو مزایده گذاشته 350 میلیون تومان. خب من اینجا نزدیک 450 میلیون تومان ضرر کردم، در حالی که کل بدهی من به بانک مثلا فرض کنید 500 میلیون بود. اگر این درست کارشناسی میشد و من مطلع بودم و میتونستم به موقع اعتراض بذارم، ضمن اینکه طلب بانکو کامل داده بودم تسویه شده بود، 300 تومان برای خودم میموند که حداقل بتونم یه واحدی رو رهن بکنم. اما الان تو شرایط فعلی نه تنها خونم رفته، تازه 200 میلیون دیگه هم هنوز به بانک بدهکارم و روز شمار هنوز داره کنتور میندازه، خسارت رو خسارت. ببینید چقدر ضرر فقط برای یک نکته ساده، تغییر آدرس، به همین راحتی. اما بگذاریم از این مسئله. زمانی که بانک تقاضا میکنه از دفترخونه، دفترخونه که اجرای سند رهنی تنظیم کردی، با توجه به اینکه این شخص تمام تعهداتش رو در این مدت انجام نداده و اینقدر عقب افتاده داره، تقاضا دارم طلب من اینقدره، اینقدرم دیر کردشه، اینقدرم حق الوکاله وکیله و از امروز به بعدم دیر کردش طبق قرارداد ما مثلا 27% 28% هرچی توی رهنی نوشته شده، من تقاضا میکنم اجراییه صادر بکنید. دفترخونه بر اساس خواسته بانک اجراییه رو صادر میکنه، یک نسخه به آدرس شما ابلاغ میکنه و یک نسخه شو میفرسته اداره ثبت و در واقع تشکیل پرونده اجرایی و استارت کار از اونجا به عمل میاد. حالا مراحل اجرایی خیلی مهم نیست که من اینجا توضیح بدم که حالا ثبت وقتی اونو گرفت کنترل میکنه، بعدش کلاسه اصلی رو بهش تشکیل میده و گردش ثبتی رو میگیره، اونا اصلا نکاتی نیستش که نیاز به اطلاع رسانی باشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که شما زمانی که ملکتون میخواد به مزایده بره، اولین اقدامتون اینه که میتونید خب به همون نحوه ارزیابی یا قیمت گذاری ملکتون اعتراض بکنید. معمولا در اداره ثبت قیمت رو خیلی پایین تر از اون مبلغ واقعی میزنن، همونطور که گفتم مثلا فرض کن ملکی که 800 میلیون ممکنه 300 میلیون قیمت گذاشته باشه، 350 میلیون قیمت گذاشته باشه، و اگه شما مطلع باشی به موقع میتونی اعتراض بزنی و قیمت ملک واقعیت رو اعلام بکنی و از کارشناس بخوای که دقیق تر بررسی بکنه و قیمت بهتری رو ارائه بده. اما مسئله بعدی اینه که به محض اینکه مرحله مزایده انجام شد، اشخاص دیگه فکر میکنن خب بانک دیگه ملک رو بر میداره دیگه، برنده مزایده شد. اولا بانک در وهله اول به شما اجازه میده که ملک رو بخری،
حالا این ملک متعلق به شماست، بدهیش رو تا روز اجرا محاسبه میکنه خود اداره ثبت. شما با پرداخت بدهیتون به صورت یک جا و نقد میتونید جلوی عملیات مزایده رو بگیرید. خیلی از مواقع هست طرفین پول دارن، میتونن بدهی رو بپردازن و اگر بانک بیاد تقاضای مزایده بکنه پول بانک رو میدن و اصلا ملک رو میتونن بکنن، یعنی از گرو و وثیقه درش بیارن که آزاد بشه. اگر نتونستید پول رو پرداخت بکنید، از تاریخی که در مزایده میذارن تا 2 ماه به شما فرصت داده میشه، مهلت داده میشه. با وجود اینکه مزایده گذاشته شده و شخصی به عنوان خریدار این ملک رو خریده یا خود بانک به جای طلبش اینو برداشته، ولی باز به شما مهلت داده میشه از تاریخ مزایده تا 2 ماه بعد که اگر فرصت کردی، اگر پولش رو داشتی بیاری بدی، مزایده رو باطلش میکنن. اما اگر هیچ کدوم از این مراحل رو نتونستین انجام بدین، دیگه خب بانک میاد ملک رو بر میداره. اصطلاح هم میگن بانک ملک رو تصاحب کرد، حراجش کرد و ملک شما دیگه به نام بانک زده میشه و انتقال مالکیت انجام میشه. اما اینجا بسیاری از پرونده هایی که تشکیل میشه از اینجا به بعدشه. میان مراجعه میکنن، میگن قراردادی که بانک با ما تنظیم کرده، من مثلا فرض کن 300 میلیون وام گرفتم، تا الانم به صورت کجدار مریض 100 تومنش رو 80 تومنش رو دادم. من فکر میکنم نزدیک 200 220 میلیون باید بدهکار باشم، ولی به بانک مراجعه کردم میگه 640 میلیون بدهکاری. خب پس اینایی که دادم چی میشه؟ بعدش چرا اینقدر زیاد؟ مگه جنگه؟ مگه سر گردنه است؟ و تکلیف اینجا چیه؟ اینجا قانونگذار وضعیت رو مشخص کرده، میگه تشخیص میزان مطالبات با بانکه، اما اگر بدهکار ایراد و اعتراضی داشته باشه میتونه به این مرحله اعتراض به دادگاه بکنه. در اون صورت شما به جای اینکه هی به بانک بری خواهش بکنی، هی سرپرستیشون، اداره کلشون، شعبهشون، اصلا نیاز به این کارا نیست، به دادگاه مراجعه میکنید و میگید آقا من تقاضا دارم که میزان بدهی من دقیقا مشخص بشه، میزان سودش، و آیا این منطبق با قانون بوده یا خارج از ضوابط قانون. ممکنه که این سوال پیش بیاد تو ذهن، خب قرارداد ما نوشتیم با هم دیگه و توی قرارداد معین کردیم مثلا فرض کن 30% بهره بانکی باشه، 28% بهره بانکی باشه، اگر هم ندادی پلکانی مرحله به مرحله هی جریمش تصاعدی زیاد بشه. مثلا اگه 2 ماه تأخیر داشتی 6%، اگر 6 ماه تأخیر داشتی 8%، همینطور تا به 14% تأخیر به اضافه اون سود، مثلا 28% باشه، 14%ش دیگه میکنه 42% نسبت به اصل طلب شما باید فرعش رو بپردازی. ولی قراردادی که بانک با مشتریش مینویسه چون به صورت یک طرفه و یک جانبه هست و مشتری توان دخل و تصرف و اظهار عقیده توی قرارداد نداره و مکلف هرچی بانک میگه اون امضا بکنه، اینه که دادگاه ها صحبت شما رو میپذیرن. این یه نکته. نکته دومش اینه که قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه اون صراحتاً اعلام میکنه که بخشنامه ها و مقررات بانکی از نوع الزام‌آور بوده و رعایتش برای کلیه بانک‌ها الزامیه. پس وقتی که بانک مرکزی مثلا اعلام می‌کنه نرخ سود در فلان سال در فلان عقود انقدر هست، اگر بانک بیشتر از اون با شما تنظیم کرده باشه شما میتونی اعتراض بکنی و بانک مکلف بوده که نظر بانک مرکزی رو تأمین بکنه. فرضاً بانک مرکزی گفته 18%، ولی بانک با شما 28% تنظیم کرده، خب همین 10% اختلاف در سود
یک رقمی میشه که مخصوصا تو پرونده های بزرگ وام هایی که برای شرکت ها و مؤسسات گرفته میشه بعضا مبالغشون کلانه. یه موقع از شما یه وام جعاله تعمیر مسکن میگیری 5-15 میلیون تومان، یه موقع هست شما قراردادهای مشارکت مینویسی با بانک به مبلغ 2 میلیارد تومان 5 میلیارد تومان، اونجاست که دیگه تغییر رقم تفاوتش دیگه محسوس و واضح باشه، قابل لمس باشه. شما میتونید به دادگاه اعتراض بکنید و از طریق دادگاه تقاضا بکنید که کارشناسی در رشته حسابداری و حسابرسی تعیین بشه. خب ما کارشناس متخصص امور بانکی نداریم، ولی چون با اعداد و رقم و محاسبه سود و زیان سر و کار داره، نزدیکترین رشته به این کار میشه رشته حسابداری و حسابرسی. کارشناس حسابداری میاد از شما تقاضا میکنه مدارکتو بده و تقاضات رو بنویس. شما این مدارک رو میدی، تقاضا رو میدی، اگه بخشنامه یه چیزی دستت ارائه میدی، نه که توسط یه وکیلی که خبره به این کار هست و مسلط به امور، میتونید از ایشون خواهش بکنید که کمکتون بکنه. از بانک هم تقاضا میکنه که آقا مدارک این شخص رو به ما بده، ببینیم چه وامی رو با ایشون تنظیم کردی، چقدرش رو پرداخته، چقدرش مونده، از نظر محاسبه شما چقدر ایشون بدهکاره، چقدر نیست، همه اینا رو در میاره. بعد میشینه بر اساس مدارکی که داده و دستوری که دادگاه صادر کرده محاسبات رو انجام میده. میگه طبق قرارداد بانکی بر فرض مثال ایشون 600 میلیون وام گرفته، مثلا دارم میگم 150 تاشو داده، ولی بانک میگه بدهیش تا به امروز 1 میلیارد و 280 میلیون هست. ولی ما همین رو میاریم تو مصوبه بانک مرکزی، تا الان فرض کن مبلغ 540 میلیون بدهکاره، 700 تا اینجا فرق معامله است. در اون صورت این نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشه، هر کدوم از طرفین حق دارن اعتراض بکنن، ولی مراحلی که طی میکنه هیئت 3 نفره، هیئت 5 نفره، در نهایت یک رقمی استاپ میشه، فیکس میشه. اون رقمی که فیکس شد، دادگاه بر اساس اون اجراییهی که بانک بر علیه شما صادر کرده و رقمش متفاوت از رقم بدهی واقعی شما هست، اون رو ابطالش میکنه و عملیات اجرایی باطل میشه و شما برنده میدون شدی و تونستی به بانک اثبات بکنی که زیاد داشتی از من میگرفتی. همین قضیه خیلی از مواقع میتونه کمک بکنه. طرف میگه، موردایی داریم که میگه من 2-3 ملک دارم، مجموعه رو هم دیگه 2 میلیارد و 500 میلیون میارزه، کل طلب بانک تا الان اگر درست محاسبه بکنن 2 میلیارد و 300، 200 تام تازه بر من میمونه، ولی بانک اومده 5 میلیارد و 400 میلیون تقاضا کرده. اگر این رقمش درست بشه، من اصلا میتونم بدهی بانک رو تسویه بکنم، نه اینکه بذارم تازه بانک ملک منو حراج بذاره. ولی چون بانک داره زیادتر از مبلغ خودش دریافت میکنه، بر این اساس من دستم به جای بند نیست و متاسفانه بدهکار بانک هم میشیم. خب بدهکار بانک هم شدن خیلی بده، به جهت اینکه اولا شما در لیست افراد بدهکار قرار میگیرید که اصطلاحا بهش میگن بلک لیست، و یک نسخهش به بانک مرکزی ارسال میشه و از هر بانک دیگه‌ای و مؤسسه مالی اعتباری دیگه‌ای شما بخواید وامی رو بگیرید، بلافاصله اون قابل دسترسی برای همه بانک ها هست. میگه آقا فلانی توی بلک لیست قرار داره، مشتری بد حسابیه. اگر بخواید دست چک بگیرید، دست چک بهتون نمیدن. اگر بخواید اینترنت بانک استفاده بکنید، اینترنت بانک رو به شما نمیدن. خیلی از امتیازات. جدای از این، حالا بانک میتونه شما رو ممنوع الخروج هم بکنه بابت بدهیایی که دارید، میتونه اموالتون رو هم توقیف بکنه اگر اموال دیگه‌ای وجود داشته باشه. اگر هم اموالی وجود نداشته باشه، قانونی داریم به اسم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به استناد اون طبق ماده 3 این قانون بانک میتونه اصلا تقاضای جلب شما رو از دادگاه بکنه به علت بدهکار بودن. این همه عواقب
رو دو نکته سوار هست. نکته اول، آدرس رو حتما اعلام بکنید که از روند دادرسی و اجرایی مطلع باشید، تو خواب خرگوشی و غفلت به سر نبرید، روزی از خواب بیدار شید که ببینید کل زندگیتون حراج رفته. نکته دوم اینه که اگر میبینید که مبلغی که بالاتر از میزان اون چیزی هستش که بانک مرکزی اجازه داده، به دادگاه میتونید اعتراض بکنید و دادگاه بیاد اینا رو حسابرسی توسط کارشناسش بکنه و مبلغ رو در حد قانون کمش بکنه. من صحبت رو تا اینجا به پایان میرسونم برای این مرحله. هفته های آتی انشالله نکات دیگه رو توضیح خواهیم داد. بسیار سپاسگزارم. اجرایی روی اسناد رهنی، بسیار نیکو. جناب کاکان عزیز، یه مسئله در هفته گذشته، البته من نمیدونم اصلا شما در جریان هستید یا نه، چون در این نداره که حتما در جریان باشین، ولی یک مطلبی در یکی از سایت ها نوشته شد در این رابطه که کسایی که تلفن‌های خودشونو به ایران میخوان بیارن باید رجیستر بکنن و تلفن‌ها در ایران اگه میخواد استفاده بشه باید رجیستر شده باشه و باید مالیات بدن. شما اطلاعی در این راجع مورد دارین؟ چیزی شنیدین در روزنامه‌ها، مثلا سایت‌های خبری و اینا؟ الو الو، نه مولا الان ببخشید. بله ببخشید صداتون قطع شد. بله جان چی فرمودین؟ خواهش میکنم. مسئله رجیستر شدن مال الان نیست، قبلا بود. بسیاری از مواقع پیش میومد که خود ما هم زمانی که به کشورهای خارجی مراجعه میکردیم، اگر یه گوشی میخریدیم یا کسی برامون کادو میوورد، توی ایران نمیتونستیم استفاده بکنیم مگر اینکه قبلش اینو رجیسترش بکنیم. اونم به این شکل که سیستم مخابراتی هر کشور بر پایه یک برنامه ریزی و پروگرام هایی تنظیم شده که باید همخونی داشته باشه. درسته. یعنی سیگنال های در واقع مخابراتی اون کشور بر این اساس ست بشه، روش درست بشه، تنظیم بشه. حالا من به علت فنیشو در مقام یک مهندس نمیتونم توضیح بدم چرا، ولی این مسئله رو فقط میتونم بگم قبلا هم بود. من مثلا یه دونه گوشی از کانادا برای من آورده بودن هدیه، اینجا ما نتونستیم استفاده کنیم، فکر میکردیم گوشی خرابه. وقتی بردیم پیش یه تعمیرکار، اینو برای ما رجیسترش کرد و ما تونستیم ازش استفاده بکنیم. اوکی. چون در همون در این مقاله اومده بود که کسایی که میبرن نمیدونم باید در فرودگاه حتما چیز بکنن، یه مالیاتی رو پرداخت بکنن. یه مقداری میگم یه مقداری سر و صدا و صحبت بر سر این بود، بعضی‌ها نگرانی براشون پیش اومده بود. در صورت بگذاریم، سپاسگزارم، بریم سراغ 2398. درود بر شما، بفهمید با جناب کاکاوند عزیز بر روی خط هستید. الو، بفهمید. خواهش میکنم عزیزم. سلام، خسته نباشید. یک دنیا سپاس از آن. بفهمید. همینطور سلام آقای کاکاوند، مزاحم شدم. سلام عرض میکنم. خواهش میکنم. زنده باشید. من یه سوال از حضورتون داشتم. من یه واحد آپارتمان دارم در ایران که میخواستم اینو به فروش برسونمش و پولشو بیارم اینجا، منتهاش رو خودم نمیتونم فعلا برم ایران، میخواستم وکالت بدم به یکی از دوستان که این کارو انجام بده بعد برای فروشش. بعد من میخواستم بدونم چطوری میتونم این وکالت رو انجام بدم، کجا میتونم انجام بدم و جهت محکم کاری چه نکاتی رو باید رعایت کنم که به قول شما خواب خرگوشی ندیم و یه موقع به خودمون نهیم ببینیم اذیت شدیم. کار به دادگاه نکشه، صحیح از اول شروع شده باشه. چقدر قشنگ. بله بفهم. خواهش میکنم آقای کاکاوند. خواهش میکنم. ببینید، نکته اول اینه که من تقاضام اینه که هر زمانی که میخواین وکالت بدین، وکالت رو بلاعزل ندین. ببینید، وکالت بلاعزل درد سره. به جای این که یک پوان باشه برای شما، این پوان اصلا باعث ایجاد دردسر میشه. به خاطر اینکه گاهن پیش اومده همین دوستانی که میان رو خط رادیو، بارها شنیدیم که میگه ما اختلاف پیدا کردیم با وکیلمون و کارها رو دیگه اصلا نمیخوایم انجام بده، ولی متاسفانه نمیتونیم عزلش هم بکنیم چون وکالتمون بلا عزل چیکار باید بکنیم؟ اون وقت دیگه بحث دادگاه کشی و این داستانا پیش میاد. وکالت نیاز نداره بلا عزل باشه. شما یه وکالت میدید، نوع اون
شماره پلاک ثبتیش و اینا رو همه رو قید میکنید که ایشون قراره که به عنوان وکیل در بنگاه معاملات ملکی، اداره ثبت، شهرداری، دارایی، نهادهای دولتی و زیربط مراجعه بکنه و کارهای قانونی رو انجام بده، این ملک رو بفروشه. ولی نکته دومی هم که داره، اکثرا فراموش میشه این نکته رو بنویسن. ذیل اون در واقع وکالتی که شما دارید میدید، این جمله رو هم اضافه کنید و دریافت، ببین، ثمن معامله با سه نقطه، مثل سریا چجوری می نویسین؟ بله، ثمن معامله. بله، ثمن معامله یعنی اون پول معامله دیگه. شما یه ملکی داری میفروشی، اون خریدار باید به شما پول بده دیگه، اون پوله رو ما بهش میگیم ثمن معامله. ثمن معامله حتما توسط به توسط وکیل به موکل مسترد بشه. بله. به خاطر اینکه وکیل میاد ملک رو میفروشه، بعد میگیم خب آقا دست درد نکنه، حالا بقیهش میگه خب پیچی دیگه، من فروختم دیگه برات دیگه، خب من که دیگه اجازه ندم پولشم بخوری که، پولا رو بفرست دیگه. اینجا یک اختلافی در دادگاه ها هست، خیلی از مواقع اینطور تفسیر میشه که میگن این وکالت برای فروش نبوده، فروش وکالتی بوده. ببین دو تا چیز خیلی نزدیک به همه ها، فروش برای وکالت، ببخشید، وکالت برای فروش یعنی اینکه شخصی وکیل شما شد به عنوان امین شما و به جای شما ملک شما رو بفروشه، پولش هم بگیره بده به شما. ولی فروش وکالتی یعنی شما این رو طبق وکالتنامه بهش فروختین و اصلا اون وکیل شما نبود، اون خودش خریدار بوده، منتها شما بهش وکالت هم دادید که برو اداره ثبت و دارایی و بعد ثمن معامله رو بگیر و هر کاری که میخوای بکنی بکن. میگه من خریدار هستم، من که وکیل نبودم که. درسته. این نکته خیلی مهمه و روش خیلی پرونده ایجاد شده. بعد تنظیم کردنش هم که خب دیگه مشخصه دیگه، به سفارت شما باید مراجعه بکنید و تقاضای فروش رو یه وکالت بهش بدید. درسته. پس دو تا مطلب شده، که وکالت برای فروش باشه، بعد یکی هم ثمن معامله حتما مسترد چی بود؟ مسترد یعنی برگردونده بشه دیگه. درسته. بعد مدارک خاصش رو دیگه از خود سفارت باید بگیریم که چیا میخواد چیا نمیخواد. درسته. شما تصویر سند مالکیت به علاوه یه کارت ملی و شناسنامه اگر در اختیار داریم باید برای وکیل بفرستین که وکیل به استناد اینا اصلشو نها، اینا رو کپیشو میفرستین، ولی سند مالکیت باید اصلشو بفرستین و حتما دقت بکنید که وکیلتون مورد اطمینانتون باشه، چون خیلی از مواقع اشخاص بدون اینکه تحقیق بکنن به یک نفر وکالت میدن، مشکلاتی پیش میاد و چون اصل سند دستشه، خب متاسفانه یه سوء استفاده هایی از اینکه اصل سند دست یکی باشه وجود داره. من اون هشدار رو میدم، اون وکیلی که میخواید انتخاب بکنید روش کاملا اطمینان داشته باشید. بسیار عالی، تشکر از لطفتون، خیلی سپاس از شما که با ما در تماس بودید. شما شبتون بخیر، خواهش میکنم. 9843 درود بر شما، بفرمایید با جناب کاکاوند عزیز بر روی خط هستید. سلام علیکم آقا نوید. آقای کاکاوند بفرمایید. لطف کنید آقای کاکاوند، میشه توضیح بدین به فارسی ساده ثم اعیانی معنیش چی میشه و بعد زمینی که نه کشت توش میشه، نه درختی داره، نه هیچی داره، زمین بایر، آیا چقدر به شخصی که سو معیانی میرسته چیزی بهش تعلق میگیره یا نه؟ متشکرم. از رادیو گوش میکنین یا گوشی دستتون هست؟ از رادیو گوش میکنم. خواهیش میکنم، سپاس گزارم. بله بفرمایید. خب ببینید، دو تا واژه حقوقی هست که من اینا رو به زبان ساده توضیح میدم. خب این کلمات عربی هستش، من باید برگردونم به زبون فارسی که قابل فهم باشه. ثمن اعیانی، ثمن یعنی یک هشتم، در واقع یک هشتم از یک مال رو میگن ثمن. بعد این ثمن مثل همین ثمنه میمونه، چجوری مینویسنش؟ این با کدوم این هم نوشته میشه، منتها اون دو تا فتحه داره، ثمن. درسته درسته. ولی این سمن
همون لغاتی، یعنی سه سریا میم نون، ولی این کجا و آن کجا. خب پس میشه سمن معامله، درسته؟ فهمیدین؟ سمن اعیانی، اون سمن معامله، این سمن اعیانی. بنابراین سمن در واقع اعداد عربیه دیگه، هشت رو میگن سمن. حالا مسئله که اینجا هست چی؟ اصطلاحی که مرسوم است توی واژه های حقوقی، وقتی میگن سمن اعیانی یعنی یک هشتم از اعیانی. حالا اعیانی چیه؟ به طور کل وقتی یک زمینی رو شما داری توش نمیتونی فرش بندازی و همونجا زندگی کنی، که دیوار و سقف میخواد که شکل خونه پیدا بکنه. اینها رو شما به وجود آوردی و ساختی، بنابراین اون دیوارها و سقفها که زمین رو تبدیل به یک منزل مسکونی میکنه اونو بهش میگن اعیانی. یعنی چیزی که در واقع توسط شما به وجود اومده، ساخته شده. حالا سمن اعیانی یعنی یک هشتم از ارزش دیوارها و سقفها. اوکی. اونم از اینجا مرسومه، چون قدیم به این شکل بودش که وقتی شخصی فوت میشد ارثش به این شکل تقسیم میشد. اگر دارای بچه بود و همسر، اول همسر یک هشتم از قیمت دیوار و سقف رو میبرد، و متاسفانه تا قبل از سال 87 اگر اشتباه نکنم، اگر همسری فوت میشد زنش فقط از قیمت دیوار و سقف که همون اعیانی هست ارث می برد، و اون هم یک هشتمش رو. بنابراین کارشناس می اومد ملک رو بدون اعیانی قیمت می ذاشت، می گفت عرصه این زمین، عرصه با سات ذات، یعنی مثلا همون زمین ملک دیگه، میگه عرصه این زمین فرزن یه میلیارد تومن قیمت داره، اعیانیش 200 میلیون تومن قیمت داره، و 200 میلیون رو تقسیم بر 8 میکرد، مثلا فرض کن حالا چه میدونم چقدر میشه، 25 میلیون فرض کن، 25 میلیونش سهم زن میشد، 175 تومانش برگردنده میشد رو قیمت زمین و تقسیم میشد بین به نسبت دختر یک و پسر دو. اما از سال 87 این بر قانون گذار این رو عوضش کرد و یه حرکتی به نفع خانم ها انجام داد، گفتش که یک هشتم از اعیانی، نه از کل عرصه با اعیان یک هشتم میبره، نه فقط از اعیانش. حالا سمن اعیانی پس بنابراین شد یک هشتم بهای قیمت دیوار و سقف، این واژش. در مورد اون واژه دوم که گفتن یک زمین بایره، بایر یعنی خشک، بی آب و علف و بدون سابقه احیا و آبادانی. شما الان بسیاری از هر یک کشور رو در اصلا کشور نه یه شهر رو در نظر بگیرید، یه قسمتش حاشیه و حومه شهره، تو حومه شهر کسی زندگی نمی کنه. حالا بعضی از شهرهای پرجمعیت هی به سمت حومه هم کشیده می شن. الان تهران دیگه ماشاءالله تا پای دامنه یک کوه هم رفتیم. ولی بسیاری از شهرها هستش که شما با هواپیما از بالا که میری، مخصوصا تو شب که پرواز می کنی، یک قسمت از شهر نورانیه که مرکز تجمع سکونت، بافت مسکونی بهش میگن، بقیهش کوه و نمیدونم بیابون و اینجور چیزا هستش. اگر هیچ کسی رو پیدا نکنیم که اونجا سابقه عمران و آبادانی داشته باشه، مثلا اونجا زمین کشاورزی ترتیب داده باشه یا کارخونه ای احداث کرده باشه، یک کاری با اون زمین کرده باشه، اگر هیچ کاری انجام نشده باشه و همینطور بکر و دست نخورده باقی مونده باشه، بهش میگن بایر، که در تملک دولته، یعنی متعلق به دولته. عکس این قضیه میشه دایر. دایر یعنی زمینی که روش کشت و زرع یا فعالیت احیا
عمران و آبادانی صورت گرفته، توسط یکی داره یه فعالیتی روش میشه دیگه، اون وقت متعلق به اون کسیه که روش داره یه فعالیتی میکنه. پس بنابراین بایر یعنی بدون فعالیت عمرانی، دایر یعنی دارای فعالیت عمرانی. درست، بسیار عالی. بریم سراغ 23-98. درود بر شما، بفهمید. خب ایشون تحمل نیوردن، قطع کردن. 23-98 و 98-38-43 دو شماره تلفن ما هست که شما میتونید بر روی خط تماس بگیرید، یا تلفن 070-439-8194 برای ما اسمس بفرستید. خب من تا این تماس بخواد دوباره برقرار بشه یه چند لحظه ای رو من فقط صبر بکنم ببینم. نه متاسفانه خط همچنان آزاد هست. شما صحبتی تا این تماسمون بخواد مجددا برقرار بشه، کلامی، صحبتی، چیزی نیستش که به صورت خاص مایل باشین در موردش صحبت کنین آقای کاکوان؟ میتونیم یه مطلبی رو اعلام بکنم. ببین الان مسئله‌ای که خیلی بولد داره میشه توی جامعه کاهش سودهای بانکی هستش، چون یک دور ما کاهش رو در سال 95 داشتیم که سودهای بانکی از 26% 27% که با همدیگه رقابت میکردن بانک ها که جذب سرمایه مشتری رو بکنن، به یک باره توسط بانک مرکزی اعلام شد 18% و برای سپرده های یک ساله 15% میدن. البته الان هنوز تصویب نشده، ولی صحبتش هست که به 10% کاهش پیدا بکنه. 10%. بله. اوی. 23-98 درود بر شما، بفرمایید با جناب کاکوبند عزیز برای خط هستید. الو سلام آرمان. وقتتون بخیر. سپاسگزارم شما و جناب آقای کاکوبند. خواهش می‌کنم. دو دوستان اول تماس گرفته بودم. من یه سوال تکمیلی در رابطه با همون دارم. اگر فرضاً من نتونم برم سفارت ایران و به قول معروف اون کارا وکالت انجام بدم، اون وقت چیکار میشه کرد؟ ببینید اگر شما نتونید برید سفارت باید بیاید ایران، اگر ایران هم نتونید بیاید دیگه متاسفانه هیچ کاری نمیشه کرد. من یه راه دیگه بلدم آقای کاکاوند. چه راهی؟ مثلا اگر یه روزی آقای کاکاوند که در ایران وکیل هستند و وکالت میکنند و جواز کار دارند برای مثلا مسافرت، حالا تفریح، حالا برکار، اگر بیان در داخل سوئد، درست میگم؟ اون موقع میشه با یک نفری مثل شما صحبت کرد و اون وکالت رو به شما داد، درسته؟ درست. تنها راهشونه دیگه که فیس تو فیس یه وکیل دادگستری رو شما ببینی و در واقع اونجا بهش وکالت بدی، که اون وکالت البته یه مقدار روش بحثه، چون فرم وکالتنامه های ما متفاوت از فرم وکالت سفارت و دفترخونه است و ادارات دولتی اون دو فرم رو میشناسن، ولی در اختلافاتی که به وجود اومده نظریه‌ای رو از اداره کل همون اداره سوال کردن به عنوان استعلام، به عنوان پرسش که آیا وکیل دادگستری که در فرمهای کانون وکلا از مردم وکالت میگیره برای دعاوی که در دادگستری مطرحه، با همون وکالت هم در ادارات دولتی مثل ثبت و شهرداری و غیر وزارت میتونه مراجعه بکنه یا خیر؟ که پاسخ دادن بله میتونه. ولی خب خیلی جاها میریم هنوز براشون غریبه دیگه، میگه یه همچین استلامی انجام شده، ببینم تصویرشو نشون میدیم بعدا قانع میشم. بعد ببینم آقای کاکا این وکالت به شما میشه یا مثلا ایشون باید مثلا با پسرموش دوتاییشون بیان اون وقت مثلا پیش شمایی که مثلا اومدید اینجا، چجوریه این وکالتی که نوشته میشه؟ وکالتی هست که شما دارید مثلا من متوجه شدم سوال رو. خب اون دیگه فقط باید وکالت به وکیل دادگستری داده بشه، به خاطر اینکه با اون وکالت وکیل نمیشه اختیارات رو رد کرد به یک نفر دیگه، مگر اینکه اون یک نفر دیگه هم وکیل دادگستری باشه که اصطلاحاً انتقال وکالت به یک وکیل دیگر رو بهش میگن توکیل. اوکی. اون وکیل دوم هم باید وکیل دادگستری باشه. مثلا من نمیتونم از این آقا وکالت بگیرم بعد به پسرموشون توکیل بکنم این وکالت نامه رو بدم به پسرموشون، مگر اینکه اونم وکیل دادگستری باشه. خیلی ممنون دادا. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خب ما چون دیگه وقت آنچنانی نداریم، یک 3-4 دقیقه بیشتر به پایان برنامه بیشتر باقی نمانده، چند لحظه ای رو سم کنم. آقای گاگا، من هنوز که هنوزه میشتم بعضی ها میگن آقا ما تو ایران پول گذاشتیم 19%-20% داریم میگیریم، امکانش هست؟ اگر هست قراردادهایی که مثلا 2-3 ساله مال قبل از این مصوبه بانک مرکزیه و هنوز موعدش تموم نشده. آها. موعدش تموم بشه بخوان قرارداد جدید رو تجدید بکنن با همون مبلغ جدید هستش. یعنی در واقعیتش این سازمانی اجازه این که از اون مبلغ رنتای بهره‌ای که در ایران بانک مرکزی ثبت کرده اجازه بیشتر ندارن؟ اجازه بیشتر ندارم. اگه باشه غیر قانونیه. البته یه سری مؤسسات غیر مجاز هنوز متاسفانه دارن فعالیت میکنن. خب اون و اینا دیگه اصلا آره دیگه رفت. ببینم جناب کاکوبندی، یه مسئله دیگه، من یه چیز دیگه از یکی عزیزان شنیدم، میگن که بهره رو بهره که میاد خب مثلا مقدار زیاد میشه، این بهره رو بهره چی اون وقت؟ این من اگه اجازه بدی چون موضوعش طولانیه، خب میذاری برای هفته آینده، یادداشت میکنم برای هفته آینده همین قضیه رو توضیح میدم. آفرین، مرسی، این عالی میشه چون این خیلی بحث. آخرین شنونده ما رو هم روی خط داشته باشیم. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما و مهمان عزیزتون. قربان شما، بفرمایید. آقای نوید، از مهمان عزیزتون یه سوالی دارم. بفرمایید. وکالتنامه بلاعرض بعد از فوت کسی که وکالت داده هنوز ارزش داره یا خیر؟ اصلا کلن وکالت با مرگ هر مدلی که باشه باطل میشه. سپاسگزارم از لطفتون. خواهش میکنم، پیروز باشین، قربان شما. خب آها، یعنی اگر که مثلا من به شما وکالت بدم که یه کاری رو برای من انجام بدید، من بمیرم، دیگه شما اجازه انجام نه اختیاره، شما دیگه اجازه انجام اون کار رو ندارید، حتی اگه بلاعل باشه 10 تا قفل و زنجیر بهش بسته باشه کلن دیگه باطل میشه. اوکی، پس ما اگه یکی بخوایم یه کاری وکالتی که داده به یه نفر انجام نده، باید بینیم بگوشی میشه. آره دیگه، باید اول تست سلامتی هم بگیریم زنده هست یا میمیره. من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم به خاطر برنامه امروز. هفته آینده میریم راجع به بهره ها صحبت میکنیم، بهره رو بهره و این چیزایی که پیش اومد، و امیدوار هستم که سلامتی همیشه در کنار شما و خانوادهتون باشه و هر روزتون پیروزتر از روز قبل باشه. سپاسگزارم، من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم تا هفته بعد. پیروز باشید. خدا نگهدار.